همسایگان به خودشون نزدیک بکنن، همینطور موفق شدن که قرارداد ابراهیم رو ایجاد بکنن در با ادامه سیاست های جناب نتانیاهو و همینطور یوسی کوهن رئیس موساد و همینطور جناب ترامپ. یک، اینی که اورشلیم به عنوان پایتخت جاودانی اسرائیل به رسمیت شناخته بشه. دو، بلندی های گولان به رسمیت شناخته بشه از نظر امنیتی، که به هر حال از اون نقطه نظر نمیتونه سیطره اون رو و استعلای اون رو در اختیار هیچ گروه دیگه و هیچ کشور دیگه از قدس گرفته تا بشار اسد که بیش از 700 هزار نفر از مردم خودش اومده و کشته و دنیا در سکوت هستش، همینطور که فجایعی که ما در ایران داشته و در کشتار دهه 60 گرفته تا کهریسک های خاموش و آنچه که در حال حاضر داره میگذره، آنچه رو که به حال آنان دشمن میپنداشتن بعد میبینن که با اسرائیل رابطه مستقیم ایجاد میکنن، مراکش، سودان، امارات متحده، شیخ نشان های خلیج فارس، بحرین و غیره در صدر آن هستن که از اسرائیل بیاموزن از فناوری های کشاورزی اون، فناوری هایی که در اختیار در نظر سایبری، نظر پدافندی، از نظر چگونه مقابله بکنن با ایران هراسی و موشک ها و پهپاد های القدس که به حوثی ها داده شده، به حزب الله داده شده، به کایکای کشورهای حوزه خلیج فارس داده شده و تهدید بستن از طریق حوثی ها در یمن، باب المندب و کانال سوئز و همینطور تهدیدهایی که بر یعنی بستن تنگه هرمز که 54 کیلومتر هست که عمقی داره که میتونه کشتی از اون راحت بشن و صادرات نفت رو جلوش رو بگیرن با تمام ماجراجویی و پیکار جویان القدس و گروه های نیابت اون که همیشه در تقابل بر رویاروی نظامی، سایبری، زمین و دریا و هوا در جنگ هستن با اسرائیل به 42 سال اخیر. اسرائیل تونسته دشمن من دوست من رو هست رو با کشورهای عربی اهل سنت، حتی در کنفرانس ورشو نیست که اینها در کنار یکدیگر قرار گرفته بودن، باور نکردنی بود که نه فقط دربهای پوتین از نظر کرملین، پوتین در مقابل نتانیاهو باز هست، بلکه همینطور واشنگتن و کاخ سفید در دوران نتانیاهو و در دوران ترامپ. از این رو اسرائیل در حال حاضر بحث و گفتگو موشک پرانی است، صحبت از این نیست که راکت بیان بیاندازن، صحبت بر این هستش که ما تا چند تازه میتونیم فناوری های سایبری خودمون، پدافندی خودمون رو، پهپاد هایی که اسرائیل ساخته، فناوری هایی که از داره کشاورزی هست، آبیاری هست و غیره رو بتونه به یکایی که کشورهای همسایه خودشون بتونه صادر بکنه. خود ایران ما در حال حاضر با کمبود آب مواجه هست، از نظر امنیتی و زیست محیطی مسائلی رو مطرح میکنه که احتیاج به فناوری های اسرائیلی داره، همین که در دوران شاهنشاه آریامه این فناوری در اختیار آنان گذاشته شده بود. امروزه نیز اگر آنان نابخردان اگر بر این بودن که بتونن سر و سامان بدن و ساماندهی بدن آنچه که در حال حاضر از در ایران داره میگذره، به این نتیجه خواهند رسید، همینطور که اخوان المسلمین و اسلامگرایان که پشتیبان تروریسم حتی هستن و حماس و جهاد هستن و شهرآشوبی میکنن و اغتشاشات میکنن، به عنوان شهروند متساوی در دموکراسی اسرائیل قبول بشن و حتی وارد یک دولت ائتلافی بشن، حالا بگیم ستون پنجمی ممکنه باشه از طریق گرفتن 16 میلیارد دلار که بتونن اجحافی که در قبال آنها که گفتیم از نظر ساختار سیاسی اسرائیل چندین شکاف وجود داره، یکی سفارادی و اشکنازی هست، یعنی یهودیانی که از شرق آمدن یعنی کشور اسلامی بودن در قبال آنها که از لهستان، از آلمان آمدن، از شرق اروپا آمدن، اروپای غربی آمدن و غیره و کشور اسرائیل رو
آمدن و تأسیس کردن، این شکاف رو نیز که بین اعراب و یهودیان بود رو از طریق اجحافی که به اونها شده بود بتونن بیان از طریق کمک رسانی و ممکنه اسرائیل کسر بوجم داشته باشه ولی که بیان در یک دولت اضافی هشت حزبی این کار رو به انجام برسونند و جدن حالا پس و زاینیستی اون رو میتونن، پس و مدرنیستی اون اعتراف رو میخونن، ولی از یک طرف به موفق شدن با تغییر یک رای 59 و 60 ریکا دولت اضافی لاپید و بینت ریکا بیان و آنچه که در حال حاضر داره آمریکا داره میگذره و اون پروگرسیف ها از یک طرف هستن، از طرف دیگه نو مارکسیست ها و فلسطینیون که آمدن از طرف گروه هایی که ضد اسرائیلی هستن و یهودی ستیز هستن در کنار رنگین پوستان یا سیاه پوستان و بی ال ام و غیره قرار گرفتن و هدفمندی میکنن در اینی که بودجه های و پشتیبانی مالی آمریکا رو از طریق دموکرات ها از طریق همینطور سناتورها و کنگره آمریکا بیان به خطر بیندازن. در این مسائل ما با ایپاک روبرو هستیم. ایپاک در از یک میشه